ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما دوستان و دانش آموزان پایه دهم. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و با نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم در خدمت شما خوبان هستیم. پشت کار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی پایه دهم، نمونه سوالات زبان پایه دهم، دقت کنید دوستان، دو تا ستون داریم. Match two halves، یعنی این دو تا نیمه رو به هم وصل کنید. بخشی از جمله در ستون اول اومده که باید جمله، یعنی ادامه جمله رو از ستون دوم بهش وصل کنیم. One is extra، یکی از بخش‌های ستون دوم اضافی است که با اون کاری نداریم. I went to the museum of، جای خالی، میگه من رفتم به موزه. خب گزینه A for the weekend، برای آخر هفته. گزینه B fast animal، یه حیوان سریع. گزینه C nature and wildlife yesterday، طبیعت و حیات وحش دیروز. دقت کنید دوستان، اینجا فعلمون go went gone، گذشته فعل go میشه went، فعل بی قاعده است. من رفتم به موزه طبیعت و حیات وحش دیروز. قید زمان yesterday به معنای دیروز رو داریم، فعلمون هم گذشته است. پاسخ صحیح گزینه سی میشه. We should save، ما باید save، پسنداز کردن، حفظ کردن، مراقبت کردن، اینجا معنی مراقبت کردن میده، محافظت کردن. Save for example apple banana، برای مثال سیب و موز. A movie about her life، یک فیلم راجع به زندگیش. The nature، از طبیعت. We should save the nature، ما باید از طبیعت مراقبت کنیم، حفاظت کنیم، نجات دهیم. پس پاسخ صحیح گزینه F میشه. We have some plans، ما داریم مقداری برنامه. For the weekend، برای آخر هفته. We have some plans for the weekend، گزینه صحیح میشه A. She makes، او میسازد، درست میکند. A movie about her life، she و her تناسب دارن، یک فیلم راجع به زندگیش. Life یعنی زندگی. She makes a movie about her life، ای میشه پاسخ این قسمت. There are many fruits، وجود دارند تعداد زیادی میوه. For example apple banana، برای مثال سیب، موز و غیره. میشه D، بخش D این قسمت رو کامل میکنه. The cheetah is a fast animal، یوز پلنگ یک حیوان سریع. fast animal، fast صفت به معنای سریع، animal اسم به معنای حیوان. چیتا یوز پلنگ، دقت کنید دوستان، چیتا the Iranian cheetah، یوز پلنگ وحشی ایرانی که با کلمه leopard که پلنگ هست فرق داره. از این قسمت هم میشه B و گزینه G. and feels weak، و احساس ضعف میکنه، که این قسمت اکسترا هست، اضافی هست. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار مطالبی از این قبیل کمک کنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید، و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.